استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر طلب بخشش بکنید برای زنا یا نبخشی، این تستغفر لهم 70 مره، اگر تو ببخشی اینا را 70 مرتبه، فلا یغفر الله لهم، هرگز الله نمی بخشه اینا را. این تستغفر لهم، این تستغفر، اگر طلب مغفرت بخوای از الله برای منافقین 70 مره 70 مرتبه، هرگز الله اینا را نمی بخشه. چرا؟ ذلک به خاطر عدم مغفرت گناهشان، به سبب عزیز که انهم کفروا، اینا کفر کردن بالله، به الله و رسوله، به پیامبرش الله و رسول قبول ندارن. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله توفیق نمیده به قوم فاسقا، هیچ راه هدایت نشانشان نمیده. اینجا اگر که استغفر لهم او لا تستغفر لهم امر است، معنایش خبر است، یعنی ای پیامبر اگر تو از برای زنا مغفرت بخوای، دعا کنی به کافر منافق، به منافق، یا نکنی. اگر 70 مرتبه هم برشان بگو یا الله ایره ببخش ببخش، الله نمی بخشه. یعنی برابر است، ای محمد که مغفرت به این منافقین میخوای یا نمیخوای، دعا برش میکنی، دعای مغفرت نمیکنی. زمحشری میگه 70 مره، چرا گفته؟ 70 جاری مجرای مثل است، یک مثال است در کلامشان، به خاطر تکثیر است. عربا 70 برای کثرت استعمال میکردن، معنا ایست که مهما اکثرت من الاستغفار، چقدر که زیاد برای زینا دعا بکنی، مبالغه بکنی، الله هرگز اینا رو نمی بخشه. این تستغفر لهم 70 مره 70 مرتبه، فلا یغفر الله لهم، الله هرگز اینا رو نمی بخشه. اینا یک کسی که منافق کافر باشه، یکم تا میگه در جنازهش 20,000 نفر بود، 1,000,000 نفر باشه، هیچ الله رو نمی بخشه. اگر بگه که 1,000 تا مولوی صاحبای بسیار کل متقی پرهیزگار بود، هیچ، هر قدر مولوی باشه، هر قدر در جنازه نفر زیاد باشه، هر قدر دعا شود، ایمان که نباشه، عمل صالح نباشه، هیچ فایده نداره، ایمان نباشه، هیچ، کافر منافق. باز یکم تا تو افتخار میکنن، میگم در جنازه از این کشورهای کفری رئیس جمهورش آمده بود. رئیس جمهورای کشورهای کفری میگه آمده بود، من گفتم این چی بدبختی، حالا کافر آمده، میگه ایقا مردم بود تا این کافر هم آمده بودن. تو خیلی بیاد اون کافر جای جهنم است، همون که آمد الله ای رزود به جهنم میبره. اگر این مؤمن صحیح می بود، کافر در جنازهش نمی آمد. کافر که در جنازه مؤمن آمد، بفهمی که هیچ اندان آدمی نبوده. او هم کافره که بسیار ظالم خطرناک نه؟ می فهمه که در جنازه کی بیا کی نبیه. الله رحم کنه. پیامبر سعی کنین خاتم النبیین، اشرف مخلوقات، امام الانبیا، این را میگه اگر برشان دعا کنی قبول نیست، 1,000 مرتبه برشان دعا بکنی، فلن یغفر الله له، نمی بخشه. چرا نمی بخشه؟ ذالک میادم مغفرت به سبب کفرهم بالله، کفرو انکار کردن از الله و کتاب و حکمش و پیامبرش، کفر شنی که ایمان ظاهر کردن، کفر پنهان کردن، منافق هستن اینا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله هدایت نمیکنه قوم فاسق نافرمانه. فاسق اینجا خروج کننده است ایمان، یعنی کافره، توفیق به ایمان نمیده کسای خارج از اطاعت الله هستند. فاسق ما گفتیم دو نوع است، یک فسق عقیدتی که کافر است که نافرمانی مکمل میکنه، یک فسق عملی است که باز او را چیز گفته میشه، گناهگار گفته میشه. اینجا فاسق فسق عقیدتی است. هر وقت که میگم دفعه فاسق کافر گفتم، بفهمین که اینجا فسق عقیدتی است، او را باز با قرینه فهمیده میشه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، خوشحال شده است کسایی که در جهاد باقی ماندن، در جهاد نرفتن، بمقعدهم به نشستنشان، خلاف رسول الله به مخالفت پیامبر، و کریهو بد میبینن ای و جاهدو که جهاد بکنن به مال نفسشان، فی سبیل الله به خاطر حکمت دین الله، و قالو میگوین امی منافقون لا تنفرو فی الحر، نروین در گرمی، قل بگو ای پیامبر نار و جهنم اشد و حر، آتش جهنم بسیار شدید از گرمیش، لو کانو یفقهون، کاش که اینا میفهمیدن و پند میگرفتن، فلیسحکو قلیلا و لیبکو کثیرا، باید گریان خنده بکنن بسیار کم وقت، گریان کنن زیاد وقت، جزا هم به مکان و یک سبون، این سزا از بسبب اعمال کسب میکنن. حالا الله متعال صفات بد دیگه زینا را بیان میکنن. در جهاد نرفتن بسیار خوشحالی میکردن که نرفتیم ما، خوب شد که نرفتیم. الله میگه خوشحالی میکنن، تکبر میکنن منافقینه که مخلفون، تخلف یعنی
ششتن نرفتن در جهاد مخالفت کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله در جای خودن ششتن در خانه خودن در غزوه تبوک بعد از رفتن رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفت کردن خلاف رسول الله وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله رفت اینا در جای خودن ششتن و کرهو بد دیدگیستن چرا الخروج الی الجهاد خروج به جهاد بیا که خروج کنیم میگنی تبلیغی ها میگن رازی چه خروج بکو خروج کرهو بد میبرن خروج کردن در چرا ایو جاهدو بی اموال و انفسهم فی سبیل الله اینکه جهاد بکنن با مال نفسش به خاطر حاکمیت دین الله یعنی به خاطر راحت انتخاب کردن و نرفتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم و بد هم میبرن بعد که میبری خو کافر میشی جهاد فی سبیل الله را کسی بد ببره کافر میشه و میترسن از این که نفسشان تلفشان مالشان به خاطر که در قلبهایشان چی است نفاق و کفر است حالا خودشان خونه میرن نرفتن خوش شدن یکم تا مسلمان های دیگه که میرفت یا زیادترین صحابه و قالو میگن لا تنفیرو فی الحره بعضشان برای بعض دیگرش میگه که نروین در گرمی به جهاد نرین در وقت گرمی ما گفتیم جنگ تبوک بسیار گرم بود گفت گرمی شدید است چی میکنین در گرمی میرین و این به این خاطر که رسول الله هم طلب نفور کرد که برای این شما خروج کنین به می جنگ تبوک در حر شدید در می گرمی ابو سعود میگه کریهو به این خاطر گفت الله متعال و کریهو ایو جاهدو بیان والیم و انفسیم فی سبیل الله یعنی کریهو ای اخرجو الی الغزوی بعد بردن که بیرون شان به جهاد الله خبر می ته که بأن الجهاد فی سبیل الله ما کونی من اجل الرغائب و اشرف المطالب التي يجب ان يتنافس فيها المتنافسون جهاد در راه الله با وجودی که از جمله بزرگترین چیزایی است که رغبت به او میشه با دیگه بهترین مطلوب یک مؤمن است خب اگر که انسان ای را خوش نمی داشته باشد واجب است که انسان شوق بکند دمی شوق کننده ها اگر که را بد میبرن ولی به شوق برای این طبیعت انسان خوش نمی داشته باشه تکلیف و مشقت باید بسیار به شوق بیرون شود به خاطر که فایدهش بسیار زیاد است حال مثل که کسی مریض شود تا کنم دوای تلخ نخوره نه میمره گانم و نم دوای تلخ یگم تا ببینی به شوق میزنه نه چرا بگویی تو به شوق میخوری میگه این خو فایده داره ظاهرش تلخ است ولی نتیجه و عاقبتش خوبه جهاد هم ظاهرش همین تو تلخی و تکلیف و مصیبت است ولی عاقبتش بسیار شیرینی ها و خوبی ها و زیبایی ها داره یکم دفعه به خاطر رسیدن به نعمت ها رسیدن به خوشحالی ها و باید بعضی تلخی ها و تکلیف ها را برداشت کنه کما فرحو مثل که خوشحال شده بودن به اقبح القبائح و بدترین چیزای قوت بود ششتن به خلاف رسول الله صلی الله علیه و به برادرای خودان میگفتن وصیت میکردن که فی ما بینم به شر و الفساد شر و فساد چی بود که در جهاد نرین بزرگترین وصیت بدیست لا تنفیرو فی الحر یا سه خصلت کفر دلال جمع کردن یک خودشان ششتن یک صفت منافق که در جهاد نرفتن با پیامبر دوم کراهیت الجهاد جهاد بد میبرن جهاد چیست بسیاری ها رمیال ببینی جهاد رد میکنه خب این صفت منافق است انسان بیدین میشه و سیومش چیست نهی الغیر عن ذلک دیگه کسارا منع میکنن خودشان نمیره دیگر هم منع میکنه بد هم میبره این صفات کی است یک منافق کاملی که ان المنافقین فی الدرک الاسفلی من النار در پایین ترین طبقه آتش است حال الله برشان رد میکند قل نار و جهنم اشد و حر را بگو آتش و جهنم بسیار گرمی زیاد است اگر شما از این گرمی میگرین زین دونو گرمی میرین گرمی آتش که به خاطر که در جهاد ششتین در خانه هایتان حال اگر از این گرمی میترسین حر دنیا و گرمیش چی هستی خوزایل میشه باقی نمیمانه آو گرمی آتش جهنم ببین که دائمی سی دور نمیشه چرا شما نمیترسین از آتش جهنم حال از محشری میگه جهالت از اینها بود که لان من تصون من مشقت ساعتا کسی خود حفاظت کند از یک مشقت یک ساعت فوقع بذلک تصون فی مشقت الابد به سبب همین که خدا از یک ساعت گرمی حفاظت کرد در مشقت ابدی بره که آتش جهنم است کان اجهل من کل جاهل این از کل جاهلا کده جاهل تر است این رزو محشری میگه بسیار جاهل بودن یعنی ما شما میالیم تکلیف نماز صبح خیستن و خفتن اینمی دعوت و قرآن اسلام و مبارزه علیه فساد و گناه اجتناب کردن بسیار کمه همین تکلیف های کمه باید برداشت کنیم تا که از تکلیف های دائمی نجات پیدا کنیم
اگر این بازو آمده نیست. لو کانو یفقهون، اگر اینا می بودن می فهمیدن، بعضی میگن لو شرط است جزاش معذوف. لو کانو یفقهون، اگر اینا می فهمیدن با فایده ازی، با عاقبت خوبی های ازی، نعمت های ازی، لنفرو مع الرسول، حتمی می رفتن با امرای رسول هستم دمی گرمی تا که خود را از گرمی آتش جهنم نگاه کنن و از آف که چندین مرتبه ازی کده گرمه. لیکن اینا کل مستجیم من الرمزا به ناره، یک کسی که پناهی میگیره از گرمی بیرون میاد آتش نه؟ یا زیر باران میگریزه و زیر ناوه میاد. اینا زیر باران گریختن در زیر ناوه خود داخل کردن. پس هگام تو میگه گرمی هستی تو تو راست نه؟ بعضی ها اجاب میکنه، خانم ها میدمی گرمی اجاب کردی این چیز نمیشه، دلتنگ نمیشی؟ و میگه خیر است میشم دیگه، وی باز ببینیم قرار میکنه. خیر است یک چند وقت ده چی شوی گرمی، لباس زیاد دمی گرمی، لباس زیاد بر خانم گرمیش میکنه، اما گرمی را برداشت کنه به خاطر که اونجا در سردیای دائمی بره. اگر نه که در تابستان مثل مردا وری می تو یک لباس نازک پوشید گفت گرم است، سر آملوچ کرد و یک چادر که گاچ انداخت گفت گرمی بان کمی امی شمال بره در بین ازینی، میگه این چادر ها که از می معرق میکنه با چی میگن می مامچ مسافت میشه و چی میشه میروه و بانش سفید چه بره. اینجا چند وقت هستی و اونجا با داتش میری گاش میپوشن چادرهای گاش، لباس های نازک میگه گرمی است، باز میگردنم و تو بعضی دیگرهایش رو ببینید دریشی میپوشن. چرا دریشی پوشیدی؟ گمش که کشال کشال یه ذره تکلیف داره نی؟ او جای داتش جهنم میشه کشال کشال که میگی اینجا خیر است یه ذره تکلیف لباس جمع کن برداشت کن. باز اونجا چطور میکنی؟ باید بعضی تکلیف ها رو انسان برداشت کنه. فلیزکو قلیلا ولیبکو کثیرا، خنده بکنن کم وقت، گریان کنن زیاد وقت. اینجا امر است اراده شده به این خبر فلیزکو، یعنی الله میگه اینا در این دنیا کم وقت خنده میکنن، یعنی سر مسلمان ها خنده میکنن، ولی بسیار وقت باز گریان میکنن در آتش که دنیا قلیل است، خنده هایشان هم بسیار کم است. وقتی که دنیا قطع شد با میرن به طرف الله متعال، باز گریانا که شروع میشه ابدالعبد خلاص نمیشه. قسمی که الله در قرآن میگه که چیخ میزنن و میزنن و میزنن، باز آخرش میگن سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چیخ بزنیم نزنیم این نجات پیدا نمیکنیم. اونجا بسیار چیخ میزنن. باز الله برشان میگه که لا تدعو صبورا واحدا و دو صبورن کثیرا، یک چیخ نزنین بسیار چیخ زده برین همین جایی، هر قدر دلتان یخ میکنین چیخ دین کس شما رو نجات نمیده. یعنی در این دنیا اگر کسی بسیار چیخ ده و گریان چی کنه میگه گمش که بکشش با تکلیف شد این بیچاره، در اونجا هر قدر چیخ دی عذابت زیاد میشه. الله نجات بده عذابتش، بسیار خطرناک. یعنی در این دنیا یک قاضی گفت دو تا بیادرها بودن جنگ کرده بودن، یکیش نم دیگه خدا کشته بود، باز اینا بندی شده بودن، یک برادر خدا نه بندی شده بودن، گفت محکمه اول 12 سال قید داد، در محکمه دو که آمد به شما گریه کرد ولی از خدا بغل کشی میکنه ما دیگه رو بخشیدیم، ای نه ما را ببخش خیر است، عذر زاری عذر زاری، گفت دل ما سخت از دسته که گریان کردن، گفت براعت داده میشافتیم برو بری باشی خلاص. یعنی اینجا یکان دفعه که گریان کنی گفت ریشایشان سفید بود، بعد گریان میکنن در پایم خودم مینداختن صدقیت شام میتو شام مثل پدر کلان شام، گفت ما را بخی شرمان، گفتیم بیا که میاره براعت بتیم، براعت دادیم خلاصشان کردیم. در اون جایی طور نیست. جزا هم به مکان و یک سیبون، از این فامیده میشه که انسان در دنیا بسار خنده نکنه. رسول الله میفرماید اگر شما بفامین آن چیزی را که من میفامم لزهکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کم خنده میکنین زیاد گریان میکنین. ما شما زیاد گریان میکنیم، در یه فعلی مسلمان ها گریان هیچ نمیبینی، خندهش بسیار زیاد است. این طور نباشه، انسان اگر خنده کردی باید از خندهت کرده گریان زیاد باشه. شب بخی تهجد بخوان نماز گناهی تا یاد کو گریان بکو، گریان باید زیاد باشه. اگر زیاد گریان نمیتون یکم تا میگه مره گریانم نمیگیره، او خود دل سخت است، دل سنگ است. و حدیث بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرماید که 7 گروه مردم در سایه عرش الله می باشد. یکیش چیز که فضل رجل ذکر الله خالیا، مردی که الله را خالی تنها یاد میکند، ففازت عیناه
هر دو چشمش جاری میشه، یعنی عشق شدید میره. اینی شب بخیزین گریان بکنین، انسان بسیاری اونجا باز خوشحالی هست. جزام به مکان و یک سیبون ای سزاز به عملی که کسب میکردن در دنیا، ای نه سزا به خاطر کسب عمل بد است. فای رجعک الله الی طایفت منهم، اگر تو را الله بگرداند به جماعت از اینها، یعنی در مدینه بری، فاستاذنوک للخروج، اجازه میگیرن به بیرون رفتن به جهاد. فقل بگوی پیامبر لن تخرجوا معی ابدا، هرگز بیرون نشین به امرای ما همیشه. ولن تقاتلوا معی عدوا، جنگ نکنین به امرای ما با دشمن. انکم رضیتم بالقعود اول مره، بدون شک شما راضی بودین به نشستن اول مرتبه. فقعدوا مع الخالفین، بشینین به امرای نشستگان زنا و پیرا و معذورین، به امرای بشینین. این منافقینی تو ظالمایی بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که از او آمد کلش چی میگفتن؟ ای رسول الله کدام جنگ اگه باشه با ما امر بکو که ما بریم. خب اگه کدام جنگ و جهادیه کجا بریم؟ امی الله مدی بگو ما را. الله و خبر داد که منافقین بدینا در این جنگ شدید نرفتن. حال که تو آمدی میگه با ما اجازه خروج بده، آماده هستیم. آید آماده هستیم. میفهمه که حال چیزی گپ نیست، آمادگی نشان میتن. حال الله ای قباحت زیاره بیان میکنند. در وقت ضرورت پیداش نمیکنین که به ضرورت باشه کدام امر خدمت باشه مولوی صاحب، نه؟ می تو آدم ها را ما میبینیم مولوی صاحب کدام امر خدمت باش، تشکر میگه برو خیر بده. در او وقتی که ضرورت بود هیچ نمیبینیش که کجاست. او وقت که زنگ آمدیش یک دفعه جواب میده خود دیگه بیخی تلفون را بند میکنه. وقتی که ضرورت نباشه باید میگه کدام خدمت باشه. این صفت منافق است. خب فیر رجعک الله، اگر الله تو را بگردانه از غزوه تبوک الی طایفت منهم، به یک طایفی از منافقین که در جهاد نرفته بودن بدون عذر، با چی میکنن؟ فاستأذنوا، که اجازه میخواهند، طلب میکنن از تو للخروج، به خارج شدن به یک جنگ دیگر. میگه اجازه بده که ما در کدام جای بریم، کجا را فتح کنیم بگو. فقل بگوی پیامبر لن تخرجوا معی ابدا، از برای منافقین ضعیفا بگو هرگز بیرون نشین به امرای ما برای جهاد ابدا همیشه. دیگه بس در این سختی که نرفتین، این بسیار سختی بود، حال بعد از این دیگه الله شما را کتما نبره، هیچ وقت دیگه نرین. ولن تقاتلوا معی عدوا، و قتال نکنین به امرای ما با دشمن، یعنی هرگز الله به شما شرف قتال نصیب نکنه در برابر دشمن ها. اینجا خبر است، معنایش نهی است. لن تقاتلون، اید نروین به امرای ما، و این جار مجرای تقبیح است که نفاق از این را ظاهر میکنه. چرا؟ اینکم رضیتون بالقعود اول مره، بدون شک شما راضی شدین به نشستن اول مرتبه، ششتین از خروج اول نرفتین، او که ضرورت بود به تبوک. حال فقعدو، بشینین به امرای خالفین، کسایی که ششته بودن و کی بودن؟ زنا، اطفال، پیرا، به امرای امیا بشینین. ولا تصلی علی احد من امتا ابدا ولا تقوم علی قبری، نماز نخوان به یکی از اینا، جنازه نخوان که میمرد، همیشه استاد نشو به بالای قبرش. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسولی، بدون شک ناکفر کردن به الله و رسولش، و ماتوا فاسقون، مردن در حال که فاسق هستن. آل الله منع میکند که این منافقین که میمرد در جنازهش استاد نشی. ولا تصلي، نماز جنازه نخوان ای رسول الله، على احد منهم مات، به یکی از اینا که میمرد ابدا همیشه. چرا؟ زیرا نماز تو خود رحمت است، اینا اهل رحمت نیستن. نماز پیامبر که است، رسول الله در قرآن میگه پسان میاد و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، درود بگو زیرا درود تو به خیر از اینا است. اینا اهل رحمت نیستن. ولا تقوم علی قبری، استاد نشو سر قبرش، یعنی در قبر ازی به خاطر دفنش استاد نشوی. چرا؟ یا به خاطر زیارت و دعا، چرا نه سر قبرش استاد شم نه در جنازش بیم؟ انهم کفروا بالله، به خاطر که اینا در زندگانی خودان کفر کردن به الله و رسول، یعنی نفاق کردن، ظاهر کردن اینا ایمان و کفر پنهان کردن. و ما تو مردن و هم فاسقون، در حال کافر بودن، یا یعنی نافرمان کامل بودن، به نفاق مردن، خارج از ملت اسلام بودن، متمرد بودن. این آیه درباره کی نازل شده؟ درباره عبدالله ابن ابی ابن سلول. وقتی کی مرد، رسول الله صلی الله علیه و آله نماز جنازه‌ش خواند. در روایت میاد عمر گفت که یا رسول الله، این میفهمی که منافق است؟ گفت بله میفهم، خلا مرا منه نکده، اگر من امکنه گفت بان مرا. بچهش عبدالله نام داشت،
او مؤمن بود، بسیار یک ایمان قوی داشت. در روزی که پدرش ابن سلول گفته بود که لرجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل، اگر ما در مدینه آمدیم عزتمندترینش ذلیل میشه، من بچهش استاد شد در دروازه مدینه، در شهر نماندش دادن دروازه خانه، بگو که ما ذلیل استم رسول الله عزیز است، اگر نگو که تی شمشیر گردن تا میزنم. گفت او فرزندم مرا رسوا نکو. گفت نه، گفت منافق بی دینه. بازو گفت که من اقرار کرد من ذلیل استم رسول الله عزیز است، ماندش. حتی دروازه را سرش استاد کرده بود، رسول الله نفر را کرد، گفت بانم منافق برو. گفت نه رسول الله نمیمانم، تو را گفت گفته که ذلیل، تا که این ذلیل نکنیم این پدر کافر نمیمانم. تا که این گپ گفت باز اجازه دادندش که این کار را بکنه. وقتی که مرد عبدالله هم بچهش آمد که فی رسول الله بیا، و او هم فکر میکرد که شاید توبه کده باشه یا چی، جنازهش را بخوان. و پیامبر سلام آمد سر جنازهش استاد شد، دفنش کردن، باز حتی کالای خود در جانش کرد که باشه این بچهش خوشحال شود. وقتی که این کار کرد عمر زانو قار بود که چی منافق جنازهش میخوانی؟ الله اینیت نازل کرد که ولا تصلي على احد منهم ما تعبد. بعد از این رسول الله هم سر جنازه کدام منافقی که معلوم بود استاد نشده، خب وقت من نشده بود استاد میشد. وقتی که جنازه نخونه یک از اینا میمره، یک کسی که بفهمه که اینم ایمان نداره، مرتد است، بدین است، کافر شده، سر جنازه جایز نیست که بیاد. خب جنازه خواندن نیست، جنازه خواندن از مؤمن میشه، جنازه کافر بدین منافق نمیشه. ولا تقم على قبري، سر قبرش استادم نشو. حالا بعضی ها رو ببینید که سر قبر بیخی کافر کتا میروان استاد میشه، معلوم هم هست. مثلا امیر جمهورای دنیای کافر که میمره او رو برش جنازه میگیرن، امیر جمهورای مسلمان ها میرن در جنازه شرکت میکنن. اگه دیده باشه نه، رئیس جمهورای مسلمان ها در جنازه از او استاد میشن، دعا میکنن و باز میگن تسلیم میتن و اظهار تاسف میکنن. چرا یا مستحق جنازه نیست؟ به خاطر کفر به الله و رسول کردن کافر مردن. ولا توجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله و یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. به تعجب نندازه تو را مال اولادشان، الجزی نیست، الله اراده میکند که عذاب بته اینها را با سبب مالشان در دنیا و تزهق انفسهم بیرون شد نفسها و روحایشان در حال کافر باشند. الباس الله میگه لا تستحسن، تو زیبا نشمار، جالب نباشد برای تو مال اولاد از اینا، تو را به تعجب نپرته. اناماتی که الله کردگیز به اینا اولاد، مال سرمایه خانه موتر زندگی داد اولاد دادگیز، این چیزا تو را متعجب نسازه، تو را هیجانی نسازه. چرا؟ به خاطر که الله انما یرید الله، الله اراده ندارد به اینا خیر را، الا یعذبهم بها فی الدنیا، مگر اینکه میخواد به مالشون الله اینا را در دنیا عذاب بده. یعنی در دنیا چه قسم عذاب بده؟ که مصیبت ها بیاید و به بالا از اینا و نکبات در دنیا با مالشان. پیشتر گفتیم که مال است، گاهی اوسو میدوی گاهی ایسو میدوی، نه به خاطر مال، که تا مال به تکلیف میباشی، آزاد گشته نمیتانی، دوزا و همه پشتت میگردن. و تزق انفسهم، و الله اراده داره که بیرون شد روح از اینا ارواحشان بمرن در حال کافر باشه، یعنی به کفر بمرن، یعنی منشغلین به تمتع بالاموال، مصروف باشند در میگرفتن مال اولاد و هیچ قرآن و اسلام نخوانند تا ایمان نبیارند، روحشان بره دالت کفر که غیر از پول و پیسه بگویند. نفس در اینجا به معنی چی است؟ روح است. و اذا انزل سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسولی استاذنک اولوالطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. وقتی که نازل شود یک سوره و در سوره گفته شود که ایمان بیاریم به الله و جهاد بکنین به امرای پیامبرش، اجازه میگیرن، استاذنک از تو اجازه طلب میکنن اولوالطول سرمایه دار عظیم منافقین و قالوا میگن ذرنا نکن مع القاعدین، اجازه بتین که به امرای نشستگان زنا بشینیم، اطفال زنا رزو خوشحال هستن به یکونو مال خوالفی، که این کشوان به امرای زنایی که اطفال ماندن در مدینه و تو به علا قلوب مر زده شده در دلای زینا، فهم لایف قون، پس اینا نمی فهمن. دیگه قباعتشان رو بیان میکنن. الله میگه با وجودی که سرمایه و توانای جنگ دارن، وقتی که یک سوره بیا که جهاد بکنین اجازه میخوان، اگر اجازه باشه ما بسیار کار داریم. حال یکم تاره که
جهاد اعلان میکنی که بیا درس قرآن شروع شده، اگر اجازت باشه ما بسیار کار داریم. هیچ کارم نداره، کارم اونم اونجا ششته، چی کار داری؟ خدا کارم داری اعلان بده دیگه. قرآن نمیفهمی، اسلام نمیفهمی، جاهل هستی، میموری کنم بی عقیده دنیا میری. خب اینجا یاد بگی بسیار مصروف هستیم، خدا مصروف کرده برو تا مرگ، مرگت میاد باز الله کتیت میفهمه. و اینجا انزل سورتون، سورتون تنکیر برای تفخیم، یک سورت عظیم نازل شود جلیل و شان و دویی باشد که ان آمینو، مثل این سورت توبه که ایمان بیارین بالله به الله، یعنی ایمان شرعی به صدق و یقین درست توحید، و جاهد و مر رسولی مر جهاد کنین به امرای پیامبر به خاطر نصرت اسلام و اعزاز دین حاکمیت عدالت در کل دنیا جهاد کنین. چی میکنن اینا؟ استأذنک، اجازت میخوان از تو، طلب میکنن اولو طول، یعنی سرمایه دارایش، کسی که بسیار پول و پیسه داره، اولو الغنا و المال الكثير، مفسری میگه که غنا و مال زیاد دارن، از تو طلب میکنن از اینمی منافقین. چی میگوین؟ که وقالو میگوین زرنا، یعنی دعنا لعبت ما را، نکن مال قایدین، که شاییم به امرای همی کسایی که ششته، یعنی کسایی که در جهاد نرفتن ششتگیستن، مثلا کور بودن اونا، لنگ بودن و پای نداشتن اینا، و دیگه همی اطفال با ما به همی اطفال باشیم، اینا هم تناس یک چند نفر همی جان بکار است، نه که باشه ما را دمی جمله بان الله تقبیحشان میکند که رضو بیا یکونم الخوالف، خوشحال هستند که شوان به امرای زنها و مریضا و عاجزا و لنگا و اینا بشینند در خانه، به این خوشحال هستند. و تو بیا علا قلوبیم، مهر زده شده به دلهای از اینا، فهم لایف قوم، پس اینا نمیفهمند چی که چی فایده در جهاد و اطاعت رسول چقدر سعادت دارد. این مهر زده شده نزی فهمیده میشه کسی توانایی جهاد و اینا را داره با پیامبر جهاد نمیکنه، مهر زده میشه در دلش. یکم دفعه که مصیبت هم بیاد همی سرمایه دارا با زمین تو راست، خب اینجا میگه سرمایه دار، در این مصیبت ها که آمده سرمایه دارا را که میفتن بیاد تو بیا، میگه ما سرمایه دار هستم باید با ما خوب نیست، نه مگه اینجا بیم باید ما را میشناسن وی سرمایه دارم در اینجا میزیاست، کدام مصیبت جور میکنن پیسه ما میگیرن. بعد سرمایه دارای دیگه هست اینجا میگه بیاد در جماعت نمیان، چرا نمی؟ ولی اینجا که بیم ما را میشناسن، نشه که ما را کدام جای اختطاف کنن باز چطور میشه. من گفتم تا بال خود کدام گب نشده، نه گفته نمیشه، نه پیشگیری میکنیم، هیچ چیز میخوانه خود نمیبراید هیچ چیز. باز میگه خیر است اگر بیغیرتی هم میشه شما، ولی دیگه ما معذور هستیم. توبه. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم، لیکن پیامبر کسایی که ایمان آورده به امرای پیامبر جاهدوا جهاد کردند با مالا و نفسشان، و اولئک لهم الخیرات، این کسات برایشان نیکیها و ثواب هاست، و اولئک هم المفلحون، اینا کامیاب هستند. اعد الله لهم جنات، آماده کرده الله برای اینا باغها را، تجری من تحت الانهار، که روان می باشد از زیر درختای زی، و قصرهاش نهرها، خالدین فیها، همیشه می باشند ای جنات، ذلک الفوز العظیم، کامیابی بزرگ است. آل الله بشارت می ته به مؤمنین و خبر می ته از ایمان پیامبر و مؤمنین. سعی کنید صورت این در سال نهم هجرت نازل شده، دشمنای صحابه چطور ای آیت ردشان میکنن؟ کسایی که دشمنای صحابه است الله چی می فرماید در ای آیت؟ می فرماید که لکن الرسول، امام رازی میگه که هر وقتی که الله حال منافقین بیان کرد، شرح داد، حال مؤمنین بیان میکند بزد از اینا که لکن الرسول، لیکن رسول الله، و الذین آمنوا معه، کسایی که ایمان آورده به امرای ازی، 30,000 نفر بود در جنگ شرکت کرده بود، 30,000 جاهدوا باموالهم وانفسهم، جهاد کردن اینا، آفرین به مالا و نفسشان، با مال و جان جهاد کرد. الله خبر میده که جهاد کرده، از این فهمیده میشه قلبا جهاد کرده گیستن، زیرا الله از قلبشان میفهمه. این الله از ایمان صحابه خبر داد، از جهادش خبر داد. سال نهم هجری آمد، 30,000 صحابه است. دشمنای صحابه چی میگه؟ غیر از 3-4 تا مسلمان بود خلاص دیگه نبود، 1, 2, 3, 4, 5، یک ذره دیگه هم زیادش کو 6-7، از این زیاد نیست، نه دیگه کل میگه مرتد بود. استغفرالله، داد میزنن از اسلام. الله یاره در هر جای ذلیل بسازه و رسوا کنه و شکستشان بده.
این دشمنای صحابه را. لیکن رسول لیکن پیامبر و الذین آمنوا معه کسایی که ایمان آوردن به امرازی جهاد کردن به امرای مالشان و نفسشان، جهاد کردن با مال نفسشان و طلب کردن رضای الله را، تقرب به الله را طلب کردن. معنایش اگر مخالفت کرده این منافقین جهاد نکرد، فقط جاهد من هو خیر منه، کسایی که از اینا کده بهتر از جهاد کردن و اخلص نیتا و اعتقادا، اخلاص داشتن از روی نیت و اعتقاد، عقیدهشان هم صحیح بود نیتشان هم. اینا مفسرین میگه و اولای که لهم الخیرات، اینا از برایشان خیرات یعنی منافع. خیر چی؟ خیرها، یا خیر نیست، بسیار خیر، بسیار منافع است. خیرات جمع خیر است، منافع دنیا و آخرت است. در دنیا نصرت و غنیمت، در آخرت جنت، کرامت، مرتبه ها و زندگی خوب، نعمت های بسیار زیبا. اینجا خیرات و خیرات چی نیست؟ مسقات خورا و ملا و حلوا. خب خیرات اینجا خیرها، منافع دنیا و آخرت است. خب و اولئک هم المفلحون، اینا کامیاب هستند و به می مطلوبی که داشتن نجات یابندگان هستند. از آتش اعد الله لهم جنات، الله از قبل آماده کرده. اعد لفظ ماضیش دلالت به گذشته میکنه، از قبل تیار کردگی است باغ‌ها را بر از اینا به سبب ایمان و جهادشان. به سبب ایمان و جهادشان باغ‌هایی که تحت قصرها و درختایش آب، نهرها میره، نهر آب است، عسل است، شیر است، شراب است، خالدین فیها، همیشه می باشند در جنت ابدا همیشه. ذلک الفوز العظیم، اینی کامیابی بزرگ است که کسی در جنت بره، از آتش جهنم نجات پیدا کنه. الله ما شما را نجات پیدا کنه و توفیق بده که کل اسلام عمل کنیم. و جعل المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم و قاد الذین کذبوا الله و رسوله سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، آمدن که عذر بیان کنندای سرانشین، کسایی که عذر پیش میکردن، لیؤذن لهم، تا که اجازه داده شد بر از اینا که در جهاد نروند. و قاد الذین کذبوا الله و رسوله، ششتگی است کسایی که نسبت دروغ کردن، انکار کردن از الله و رسولش. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، زود است که برسد به کافرای از این عذاب درناک. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نیز به بالای ضعیفا و نه به مریضا. ولا علی الذین لا یجدون، و نه به بالای کسایی که توان پیدا نمی کنن. ما ینفقون، و مالی را که مصرف کنن، حرج گناه. اذا نسعوا لله و رسولی، وقتی که خیر خواهی الله و رسول بکنن. ما علی المحسنین من سبیل، نیز به بالای نیکوکارا کدام رای گناه. والله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نه به بالای اون مسلمان ها و صحابه ای که میان پیشتای پیامبر آمدن، لتحملهم، تا که تو بار بکنی اونا را در سر یک اسب چطور. قلت، گفتی که لا اجدو ما احملکم علی، پیدا نمی کنم یک مرکب سواره که شما را سوار کنم، راهم بسیار دور است. تولو، یا گشتن به طرف خانه. و عیونم تفید من الدمع، چشمایشان جاری بود از اشک. حزنن، از جهت غم. الله یجدو ما ینفقون، این که پیدا نکنن که مصرف کنن مالا به خاطر جهاد. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیا، جزی نیست رای گناه به بالای کسایی است که از تو اجازت طلب میکنن که در جهاد نروند در حالی که غنی و سرمایه دار هستند. رزو بیا یکون مال خوالفی، خوشحال هستند که شان به امرای باقی ماندگان در خانه. و تبع الله علی قلوبهم، مهر زده الله به دلهای زینا. فهم لا یعلمون، اینا نمی فهمند که مهر زده شده. یا عتاب سر شدید است به بالای کسایی که سرمایه داره و توانایی جهاد داره، نمی کنه. سرانشین هم کوچی ها بودن، در اونجا زندگی میکنن، داد از اسلام میزدن. الله میگه ولی میگم اجازه خواستن. جعل معذرون یعنی معتذرون، کسایی که عذر بیان میکردن. از ذره یو عذر رو تعذیر اینجا به معنی اعتذره، از باب افتعال لازمی است. یعنی کسایی که طلب میکردن از تو، بیان میکردن به تو عذر. من الاعراب، اعراب جمع عرب، کوچیا و سرانشین دور در اطرافای مدینه بودن. چی میگفتن اینا؟ کوهیا بودن. الذين انتحلوا الاعذار، پیش کردن عذرها را، از جهاد مخالفت کردن تا که برشان اجازه داده شود در ترک جهاد. اینا میگفتن ما خو مالدار هستیم، زمیندار هستیم، نه اگر ما بریم کل مال ما هیچ میشه. آ رسول، به ما اجازه بده که سر می گوسفندک ها و گوش و ترای خود باشه. بسیار مشکلات داریم.
این بیان احوال منافقین اعراب است. بعد از بیان احوال منافقین اهل مدینه، یک منافقین شهری بودن، عصری و شهری مدرن در مدینه زندگی میکنن، دیگهش کوچینشین و سرانشین کوهی بودن و دور دور. یا مجازه خواستم بیزایی میگه هم اسد و غطفان، قبیله اسد و غطفان استعزنو فی التخلف، اجازه خواستن که باقی بانن معتذرین بالجهدی و کسرت العیالین. گفتن ما کاروبار ما زیاد است، عیال ما زیاد است، این قولات فامیل زندگی ما بسیار جنجال ما رسول الله زیاد، اگر اجازه باشه. و قعد الذين كذبوا الله ورسوله، شش از جهات کسایی که دروغ نسبت دادن به الله و رسولش داده، یعنی کذب الله دروغ گفتن به الله و رسولش در دعوای ایمان. این که گفتن که ما ایمان داریم کذبو دروغ گفتن، این که گفتن به رسولش ایمان داریم دروغ گفتن. یکی کذبوس که نسبت دروغ، یکی کذبو دروغ گفتن، همین که گفتن ما ایمان داریم ایتو داریم دروغ گفتن. یک کدام بودن؟ قومی بودن که جهاد نکردن، عذرام نداشتن و نه دروغ گفتن. سیصیب الذین کفروا منهم، زود است که برسد به کافر از این عذاب علیم. الله میگه کسایی که جهاد نکردن در دعوی ایمان هم دروغ میگن، عذاب میرسه، قتل و کشتار است و در آخرت آتش است.